در آستانه برگزاری مراسم اربعین در عراق، دولت این کشور تدابیر امنیتی را افزایش داده و نهادهای دولتی را هم موظف به خدمت رسانی به زائران کرده. سوران خاطری از اربیل کردستان عراق گزارش میده. مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق چهارشنبه همراه با یک هیئت امنیتی از جمله وزیر کشور به کربلا رفت. او گفت با وجود بحران سیاسی و نبود بودجه به دلیل تشکیل نشدن حکومت جدید، دولت موظف است نیازهای زائران را تأمین کنه. ما امروز باید به مسئولیت خود عمل کنیم. تمامی نیازهای امنیتی برای حفاظت از زائران و دیگر نیازهای خدماتی آنها باید فراهم شود و تصویر واضحی از میهمان نوازی عراقی ها باید ارائه شود. همچنین برای هماهنگی بیشتر در مورد ورود زائران ایرانی به عراق، یک هیئت امنیتی عراق سه‌شنبه به ایران سفر کرد. زائران ایرانی میگن با وجود گرما از خدماتی که به اونها ارائه شده راضی هستند. ما اولین بارمونه که به کربلا میایم، تا حالا نیومدیم. سفر خیلی خوبی بوده تا الان. گرما شدیدی بوده ولی با امکانات و پذیرایی که از ما شده خیلی عالی بوده. همه چیز، آب، همه چیز به اندازه کافی بوده. به گفته مقامات عراق تاکنون بیش از 2.5 میلیون زائر ایرانی وارد این کشور شده اند. عراق سه‌شنبه گفت 5000 نیروی اطلاعاتی لباس شخصی بر روند امنیت برگزاری مراسم اربعین نظارت می کنند. اما آمار مقامات جمهوری اسلامی از شمار زائران ایرانی متناقضه. رئیس ستاد اربعین از 5 میلیون زائر، فرمانده نیروی انتظامی از حدود 2.2 میلیون زائر و وزیر کشور ایران از 3 میلیون زائر سخن گفته اند. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.